دوستان عزیز سلام میگم خدمت همه شما شما که از این طریق دارید ما رو تماشا میکنید یا صدای ما رو میشنوید با میز مکاشفه فصل چهارم در خدمت شما عزیزان هستیم این فصل از میز مکاشفه را اختصاص دادیم به موضوع بسیار مهم و حیاتی که در جامعه مسیح ایرانی دیده شده که تعالیم اشتباهی حول محور این موضوع داده شده و ما با استفاده از معلمین و خادمین برجسته کلیسا ایران در صدد این هستیم تا بتونیم تعلیم صحیح در رابطه با خدا بودن عیسی مسیح و اینکه الوهیت مسیح به چه شکل استش رو به کلیسا ایرانی ارائه بدیم در این نشست کشیش منصور خاجپور مهمان ما هستند و میتونیم از ایشون در رابطه با خدا بودن عیسی مسیح بشنویم ایشون شبان کلیسای محلی کراس رود پرزبیتریان چرچ در سیاتل هستند و از خادمین برجسته و قدیمی کلیسا ایران هستن که یکی از معلمین مدرسه الهیات ساوث ایسترن هم هستن ایشون در کنار خدمت های دیگه ای که انجام میدن که اگر بخوایم لیست کنیم خیلی طولانی میشه بردر منصور خیلی خوشحالم که این فرصت رو بعد از مدت ها که داشتیم ما هم هماهنگ میکردیم تونستیم به هر حال بالاخره با هم نشست رو برگزار کنیم اگر سلامی هستش با مخاطبین بفرمایید که بحثمون رو شروع کنیم بله منم سلام میگم هم به مخاطبین و همچنین به شما برادر نیما جان دست مریضات برای این خدمت های زیبایی که خدمات, خدمات مکاشفه داره انجام میده و من واقعا دیشب که توی وبسایت شما و صفحه اینستاگرام خدمات مکاشفه یه سری زدم واقعا واقعا برکت گرفتم تشویق شدم از همینطوری که واقعا ایمانم هست از پهنا و از عمق مطالبی که شما مهیا کردید برای کلیسای ایران دست مریزاد خدا قوت خدا برکتون بده و به جز اون میخوام تشکر کنم برای صبوری شما میدونم تقریبا چهار ماه شد تا بالاخره این فرصت خوب رو خدا ایجاد کرد که بتونیم با هم بشینیم و در مورد الوهیت عیسی در کتاب های انجیل مرقس و لوقا و همچنین اعمال رسولان یه با هم فکر کنیم خیلی ممنون از شما میدونم که خیلی شما شاید یکی از مشغولترین خادمین کلیسا هستید شما و متشکرم که این وقت رو به هر تونستیم به ما بدید چون بس بس مهمی هستش با شما هم جداگانه که صحبت میکردم دیدم که چقدر قلب داریم برای این موضوع چون که طبیعتا هر جایی که به سای مسیح حمله بشه به الوهیت و خدا بودن مسیح به تعالیم اساسی از این قبیل حمله بشه خب اساس مسیحیت چهار لغزش خواهد شد و میدونم که شما خیلی دوست داشتین که حتما کلیسا ایرانی آگاه بشن و ممنون که در این جلسه با ما هستید خب همطوری گفتم شاهد این هستیم که خیلی, خیلی ساله و در این چند وقت اخیر یک سری که خودشون رو کشیش معرفی میکنن اومدن و میگن عیسی خدا نیست تمام ماها که قبول داریم عیسی خداوند هستش به تسلیس معتقد هستیم میان و ما رو کسانی معرفی میکنن که گمراه شدیم نمیدونیم که تا مقدس خوب درک نکردیم و متاسفانه حالا جدا از اینکه خودشون رو خود ما میدونیم که خیلی از نظر الهیاتی متاسفانه سوادی دیده نمیشه در این افراد چون ما بررسی کردیم و بعد که دیدیم صحبتاشون رو متاسفانه خیلی سطح بالایی ندارن این افراد ولی برای مخاطبین این دوستان برای جامعه مسیح ایرانی ما دوست داریم که از طریق کتاب مقدس نشون بدیم که یک اونها غلط هستن و اینکه تایید کنیم که چطور خداوند ما عیسی مسیح خودش خودش رو خداوند معرفی کرده و کتاب مقدس همین رو تایید می‌کنه پس وارد بشیم و صحبت کنیم با هم در این باب که خود کتاب مقدس و شهادتی که ما میتونیم داشته باشیم از طریق کلام خدا که سهه میذاره روی ماجرا چی هستش و میکروفون رو به شما میسپارم و دوست هم که بشنویم و از شما که انجیل لوقا انجیل مرقس یا اعمال رسولان چه چیزهایی ما در این کتب میتونیم پیدا کنیم بله بعد نیما قبل از اینکه وارد خود اصل مبحث بشم ازه بخوام یه چند دقیقه روی مقدمه پیرامون همین مقدمه مهمی که شما فرمودید اشاره کنم و خیلی میخوام تشویق کنم کسانی رو که از طریق خدمات مکاشفه کاشفه و این برنامه ها دارید در اعماق کلام خدا وارد میشید و عمیقتر میشید میخوام تشویقتون کنم اول اول اصل اساسی ایمان مسیحی ما خود کتاب مقدسه اما فقط داشتن کتاب مقدس و دانستن کتاب مقدس و حتی دانستن عیسی پسر خدا بودن کافی نیست ما در بخشای گوناگونی از کتاب مقدس مثل انجیل لوقا فصل 8 میبینیم که شیاطین اعتراف میکنند که عیسی پسر خداست اما میلرزند نه یا یعقوب در رساله یعقوب 2:19 میگه که دیوها هم ایمان دارند اما میلرزند تفاوت ایمان داشتن به پسر خدا بودن به یگانگی ایسای منحصر به فرد بودن عیسی بودن به تسلیس اقدس این چیزها که بر محوریت کتاب مقدس بنا شده با برای ایماندار با غیر ایماندار در اثری است که اون ایمان در زندگی ما میگذاره دانستن این موضوع یعنی من میتونم چند ساعت روی این موضوع صحبت کنم اما دانش این موضوع کمکی به ما نمیکنه چیزی که کمک میکنه اینه که بدونیم این دانش رو چطوری باید در کتاب مقدس ریشه یابی کرد و این ریشه یابی و فهم اون و کاربرد اون در زندگی و خدمت روزانه ما چیزی است که بر اساس هدایت روح القدس صرف وقت در مدارس علم الهی بر نیما سالها دانشگاه علم الهی در استرالیا رفتند الان عمیقا دخیل هستند این حقیر همینطور دوستانی که وقت میگذاریم من قبل از اینکه وارد موعظه بشم برادر نیما جان سه سال و نیم در مدرسه ای که یکی از معلمین اون کشیش میکایلیان بود علم الهی خوندم بعد تازه ازه پیدا کردم یه موعظه بعد از سه سال و نیم توی کلاس بکنم توی برای سایر ما... و بعد از اون خدا راههایی رو باز کرد پس وقت بذارید عجله نکنید سطحی نخونید و یه مقداری هم نکته ای که میخوام باز اینجا اشاره کنم به عنوان مقدمه اینی که ما انسان هستیم محدودیت های فیزیکی داریم در زمان و مکان و دانش محدود هستیم و میخوایم چیزهایی رو بفهمیم که فراتر از زمان ماده فراتر از مکان و دانش بشری است یعنی با تفکر فیزیکی میخوایم حقایق متافیزیکی رو دریافت کنیم اصطلاحی که در بین الهیات دانان اکثرا برای این نوع تلاش برای برداشت برده میشه استفاده میشه واژه سر یا اسرار راز هستش خیلی از حقایق کتاب مقدس برای ما مکشوف شده خیلی هاشون در آینده به کمال مکشوف خواهد شد روشن خواهیم دید چیزی که پولس در اون تصویر آینه زنگار گرفته مه گرفته مطرح میکنه پس مسئله سر حقیقی این واقعیت کیستی خدا رو باید بدونیم که ما دائم در تلاش هستیم که ببینیم خدا کیه اما حقیقت اینه که فکر ما به کمال درد نخواهد کرد در عین حال پولس در چندین جامعه جمله کولوسیان فصل دو تاکید میکنه که نباید این رو علت تنبلی بذاریم و بگیم که خب ما که درک نمی کنیم پس ولش کن نه اتفاقا ما باید بر اساس اون مکاشفه های طبیعی خدا و همچنین مکاشفه خاص خدا و مکاشفه مکتوب و نهایی خدا یعنی کتاب مقدس شروع کنیم این اسرار رو تا اندازی که فکر ما میرسه درک بکنیم حالا با این مقدمه پس تلاش من برادر نیما جان و دوستان عزیز بر این هستش که با اعتراف و اذعان به اینکه دانش ما محدود فهم ما اندک هست در عین حال با امانت داری به کتاب مقدس با اشاره خواهم کرد تجربیات شخصی که با عیسی مسیح در زندگی چهل و دو سال ایمانی خودم داشته و همچنین با توجه به نوشته های محققین متعلهین مردان و زنانی که سالها در کلام خدا و در مطالعات پیرامون اون واقعا به قول ما ایرونیا پیراهن پاره کردن یک سری مطالب خدمتون بگم سال اول شما این بود که کتاب مقدس شهادت کتاب مقدس چیه آه. و این خیلی قشنگه مرسی که اینو اول گذاشتید چون ما یکی از پنج تا اصلی که من شدیدن بهش ایمان دارم در زندگی مسیحیم فقط کتاب مقدسه سولا اسکریپتورا سولا اسکریپتورا که یکی از پنج اصل یا پنج فقط ایمان مسیحی ماست میگه ما ممکنه در احساس خود در رویای خود در نبوت خود در فهم خود یه چیزایی رو بگیریم ولی احتمال اشتباه رفتن اون خطا رفتن اون زیاده اما جایی که هیچ خطایی درش صورت نمیگیره کتاب مقدسه و اقتدار زندگی ما رو داره در کتاب مقدس اولین آیه که اشاره به الوهیت عیسی مسیح در انجیل مرقس داره آیه یکه سال سالها پیش در شهر لاهور پاکستان یه عده از دوستان من من جمله یکی از همسایگان سابق شما در ملبورن جمع شدند و اینها راجع به این صحبت کردن که آقا چه اشکالی داره ما انجیل رو به یه زبانی ترجمه کنیم که همسایگان مسلمان پاکستانی ما در لاهور و اسلام آباد و کراچی و غیره احساساتشون جریهدار نشه و یه عزیزی پیشنهاد کرد از پاکستان ایماندار مسیحی پاکستانی گفتش که بابا این همسایه های ما هر وقت میگیم ایسا میگن نه بگید حضرت ایسا هر وقت میگیم پسر خدا میگن نه بگید عیسی ابن مریم چه اشکالی داره در کیستی ایسا تغییر ایجاد نمیشه ما شروع میکنیم اولین آیه انجیل برقص رو اینطوری به اردو البته ترجمه میکنیم ابتدای مجده انجیل ایسبن مریم دوست استرالیایی من که اونجا نشسته بود دیوید بقیه لسنه ایمشو نمیگم میگه من سور به جای رستم میخواستم یقه خودم رو چاک بزنم که علامت کفتگوییست نه در عهدتی بعد میگه گفتم اینجا رو شاید بتونید از زیرش قصر در بدید اما آخر انجیل مرقس آیا میتونید ای سبن مریم رو روی صلیب بکشید و گناهان مردم رو بیامرزه؟ عیسی پسر انسان نمیتونه آمرزنده گناهان کفاره گناهان بشر باشه بنابراین اولین حقیقت که در کتاب مقدس در انجیل مرقس فصل یک آیه یک اومده سنگ اول رو درست گذاشته کلام خدا و این سنگ اول اینه که عیسی مسیح پسر خداست حالا این پسر خدا در اینجا محدود نیست در لوقا 132 به پسر حضرت اعلا موسوم شدن لوقا یک سی کلام خدا از زبان فرشته به مریم میگه روح, قد... روح, القدس بر تو خواهد اومد من از ترجمه مجده برای عصر جدید میخونم و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد حقیقت هایی که ما در کلام خدا میخونیم اصلا اسم عیسی یعنی خدا نجات میدهد یشوع اکثرا میگن یعنی نجات دهنده نه 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 در این واژه یشوع یشوعا اون آخرش یاه که در واژه در اسم یشوع مستطر هست به معنای خداوند ادونای هست خداوند نجات میده کی این عیسی خداوند هست که نجات میده اینم یه اشاره کوتاه یا وصل وصل حقیقتی که همه ما راحت اسم زیبای عیسی مسیح نام او امانوئل خواهد یعنی خدا با ما اسم عیسی نه فقط اشاره به کیستی و کار عیسی داره بلکه اشاره عظیم و مهمی به یگانگی پدر و پسر داره که نمیخوام وارد مبحث تسلیس بشم اینجا اما این ایسا طبق کتاب مقدس چند تا ویژگی داره یک کیستی ایسا اینکه ایسا کی هست در اناجیل فقط من تمرکزم روی این دوتا انجیل و اعمال هست یعنی سایر جایی کتاب مقدس رو نمیخوام اگر میخواستیم یه مطالعه باستر داشته باشیم 20 ساعت بعد درس می‌خوندیم توی جلسات جلسه با... دیگه راجع به اونها صحبت کردیم اتفاقا راجع مثلا چقدر خوب چقدر خوب چقدر خوب خوشحالم می‌شدم اما در ان... اناجیل مرقس لوقا و اعمال اه... یکی از های عیسی که نشان میده او دارای الوهیت و خداست اینه که او مالک روز سبت هست مرقس فصل دو آیات 27 و 28 در لوقا فصل 6 هم اومده این حقیقت که او مالک روز سبته اگر به عهد قدیم در خروج فصل 20 مراجعه کنید چه کسی بود که روز سبت رو داد یهوه به موسی ده فرمان رو داد و عیسی مسیح میگه پسر انسان که واژه‌ایه که چپ و راست برای اشاره به عیسی استفاده شده مالک روز سبت هست اگر عیسی انسان می بود و دارای الوهیت نمی بود نمی تونست مالک روز سبت باشه میتونست تونست سبت رو نگه داره به خوبی هم نگه داره اما نمیتونست مالک روز سبت باشه صاحب اختیار روز سبت باشه دومین نکته ای که ما در کتاب مقدس برادر نیما جان یاد می گیریم اقتدار عیسی بر پیمان خداست عهدی که خدا در فصل دوازده پیدایش شروع کرد با ابراهیم بست و به تدریج با قوم خدا در جاهای مختلف با افراد گوناگون بست عیسی مسیح اومد هر دو تصویر عهد رو چه فسح رو و چه چه ببخشید از ذهنم رفت با دو ختنه رو وقتی من بعضی وقتا دیر میاد چه فسح رو چه خط رو که دو تا علامت مشهود از عهد نامشهود خدا با بشر بود عوض کرد با مراسم شام خداوند و همچنین تعمید و برگشت در مراسم شام خداوند کل عهد رو در انجیل لوقا فصل 22 میخونیم که نون رو برداشت بعد از شب پاره کرد و به شاگردانش داد گفت این از بدن من پ... که برای شما پاره میشه این را به یادگاری من به جا آورید و بعد از, پی... بعد از شام پیاله رو برداشت شکر کرد پیاله رو داشت داد به شاگردان گفت این پیاله نشان جدیدی در خون من است که برای شما ریخته میشه یعنی کل پیمان خدا رو پیمانی رو که خدا با اسرائیل بسته بود برای نجات اسرائیل و سایر ملل وارد مرحله نهایی اون کرد به این معنا که جایی هم ایسای مسیح فرمود نیامدهم تا تورات و صحف انبیا رو باطل کنم بلکه تا اتمام به اتمام برسانم به, ن... به اتمام رساند موضوع عهد رو این خیلی مهمه یعنی عزیزانی که یه ذره الهیات اگر خونده باشیم بین شما مطمئنم هستن عزیزانی که وقت گوشید الهیات خوندید میدونید کلیت رابطه خدا با بشر بر عهد استواره و عیسی مسیح میاد این عهد رو تعریف نهاییش رو میده و تعریفی تازه میگه اونها تصاویری بود برای آمادگی شما این تصویر کامله و, ت... و تعریف میکنه کی میتونه عهد رو قوانین عهد رو عوض کنه در عهد عتیق نگاه بکنید در طول کتاب های عهد عتیق وقتی میخونیم خدا عهد رو داد قوم قبول کردن عهد و اطاعت کردن بی اطاعتی کردن شکستن از عهد خدا فاصله گرفتن دچار داوری و مجازات شدن خدا عهدش رو دوباره با اونها تجدید کرد ال آخر چپ و راست داره میچرخه این کار در عیسی مسیح به کمال رسید و عیسی مسیح رد نکرد اون, اون چه فسح رو چه خط در رو بلکه اونها رو به کمال رسوند در تصویر شام مقدس اشرای ربانی و همچنین تعمید پس تا اینجا دو تا نکته رو نمیدونم خیلی پر حرفی میکنم جالبی, نکتر. هم اشاره کردیم من تو مطالعات هم این بخش رو یه جوری دیگه ای حالا نوشتیمش ولی دقیقا الان اون ذهنم رسید که ایسای مسیح که ابراهیم رو یادتون هستش از ابراهیم بزرگتر اینجاست و خب این عهد به ابراهیم داده شد که عهد ختنه و تمام اون پای اساس وعده ها به همون ابراهیم داده شد که تا الان -ال ما هم فرزند همون هستیم خیلی زیبا گفتین شما نه تو خیلی اینا مهم هستش که ما بدونیم که اگر عیسی مسیح یک اقتداری رو داره نشون میده از خودش این اقتدار یک پیامبر یا یک معلم بزرگ نیست این باید اقتدار الهی باشه چون اینا من تو پرانتز بگم تو ذهنتون باشه که حالا در ادامه یه سری ای از این دوستان میگن عیسی الوهیت داشت ولی خدا نبود یعنی الوهیت داده شد بعدا <applause> میدونید برای همین من خیلی تاکیدم بر اینه که بیشتر بگیم که عیسی از اقتدارش که داره استفاده میکنه صرفا یک الوهیتی بعد از تولدش داده نشد این یک چیزیه که فقط همونطور که اشاره کردین برای بازخرید ما روی صلیب فقط باید خدا این کار رو انجام میداد خب بذارید من از اون دوستانی که این تعلیم غلط 17 قرن پیش رو دارن حالا تکرار میکنن بگم که اول میگم اول ازشون حمایت میکنم بگم بد فهمی از کجا میاد بد ردش میکنم باشه این عزیزان دوچار این بد فهمی شدن که ایسا... راستم میگن ایسای مسیح هیچ جا در هیچ کدام از اناجی و اعمال و مکاشفه مستقیم نگفته که من خدا هستم من با این موافقم اما اما ما رو گوش کنید در فرمایشات گوناگون عیسی مسیح و شواهد فراوان کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید اشارات فراوانی است بر اینکه او با خدای پدر برابر بود لوقا ده بیست و یکی از اون آیاته پدر همه چیز را در اختیار من گذاشته است فقط پدر میداند که پسر کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به آنان مکشوف سازد میدانند که پدر کیست خیلی عظیمه مرقس 14 آیات 61 و 62 اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمیداد باز کاهن اعظم از او پرسید آیا تو مسیح پسر خدای مبارک هستی عیسی گفت هستم و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید ما هر یک شنبه مراسم عشا که داریم اعتقاد رسولان اینطوری شروع میشه من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق با این شروع میشه اما در دست راست خدای پدر قادر مطلق کی نشسته پسر یگانه او در واقعیه صلیب عیسی مسیح وقتی که روی صلیب بود تاریکی تمام سرزمین رو تمام اون منطقه رو فرا گرفت چرا که عیسی با تمام الوهیتش شده بود به تمام گناهه. گناه گناه شده تاریکی شد این واقعی عظیمیست. است ما انسان زیادی دیدیم مطلوب شدن کی پرده هیکل از بالا تا پارو پایین پاره شد فقط یک بار اما فقط شهادت عیسی و در کتاب مقدس سخنان عیسی نیستش که نشون میده که او خداست بلکه سخنان اعمال عیسی ببخشید اعمال عیسی هم مهم هستند عیسی اعمال فراوانی انجام داد که نشان میده که او دارای اقتدار هستش مثلا وقتی میخواست یک مرد مفلوج رو در مرقس فصل دو اولین آیات آیه پنج به شفا بده نگفتش که شفا میدم اقتدار داشت اما گفت ای فرزند گناهان تو آمرزیده شده بلا فصل بعدش یکی از علمای یهود میپرسه میگه که چه کسی جز خدا میتواند گناهان را نجات ببخشد چه کسی جز خدا و جواب عیسی مسیح رو میدونه لوقا پنج یه مفلوج رو از صرف اتاق آوردن پیش عیسی مسیح تا شفا بده ای پسر به تو میگویم گناهانت بخشیده شد کدوم راحت تر بود بخشیدنش یا شفا دادنش جسمش یا روحش ایسا هر دو رو انجام داد اما واجه ای رو که برای دیگران اعلام کرد اشاره به کیستی اوست عمل عیسی حالا یه اصطلاح الهیاتی هستش که ما خیلی مطمئنم برداریم ما شما این رو خوب میدونید میگه God is what God does God is what God does کیستی خدا و سخن خدا کیست خدا نمیتونه سخنی به زبان بیاره که با صفات او با کیستی او در تضاد باشه و بالعکس God is what God does کاری که عمل، عملی که ایسای مسیح انجام میده در اینجا سخن او اینقدر درش اقتداره که درش عملش نهفته است و عمل اونقدر اینقدر اقتدار داره که در او سخن درش نهفته است وقتی رو صلیب بود داشت عمل بخشایش گناهان رو انجام میداد در همون زمان به دزد کرار دستش نگاه کرد گفت ای فرزند خاطر جمع دار امروز با من در فردوس خواهی بود لوقا فصل 23 یا کار دیگه که عیسی میکرد کرد و میکنه امروز خیلی عظیمه اینه که نه فقط سخن میگه بلکه اقتدار داوری بر قوم اسرائیل و ملل رو نه فقط از آن خودش داره بلکه به ما تفویز میکنه خیلی حرفه ها شوخی نیستیم در انجیل لغا فصل 22 آیه 28 به بعد میخونیم که عیسی مسیح به من و شما این اقتدار رو داده که در زمانی که در کنار او بیستیم بتونیم با او داوری نیست بکنیم نه فقط با او هم ارسیم نه فقط نجات داریم نه فقط خانواده سماوی داریم بلکه میگه شما کسانی هستید که در آزمایش های سخت با من بوده اید همانطور که پدر سلطنت را بلند من سپرد من هم آن را به شما میسپارم تا در پادشاهی من سر سفره من بخورید و بنوشید و بر مسند داوری نشسته دوازده طایفه اسرائیل را داوری کنید شوخی نیست کی داوری؟ کی میتونه داوری کنه یک انسان کی میتونه اختیار و اقتدار داوری شد تفویز کنه یه انسان نه عیسی مسیح خداوند عیسی مسیح نه فقط در زبان بلکه خدایی بود که طبق کلام مقدسش میکنیم خدا دیروز امروز و تا ابدالآباد همان هست برای همینه که دیروز برای خدا مثل فردا فردا مثل امروز همیشه خدا بی زمان هست زمان برای خدا وجود نداره مرقس 13 آیه دو آیا این ساختمان های بزرگ رو می‌بینی؟ هیچ کدام از سنگ های آن روی دیگر با... یک باقی نخواهند ماند بلکه همه فرو خواهند ریخت عیسی داره میبینه این رو و اعلام میکنه عیسی بر طبیعت بر مریضی بر طوفان بر ارواح شریر اقتدار داشت در فصل هشتم انجیل لوقا بعد از اینکه عیسی مسیح معجزات مختلف رو انجام میده شا... با شاگردان دارن روی دریای جلیل میرن به سمت سرزمین جدریان طوفان میشه طوفان رو آرام میکنه جالبه که انتهای اون قسمت شاگردان تعجب میکنن و میترسن چی شد چرا آروم کرد تعجب میکنن میگه تعجب کردن و ترسیدن خودشون رفتن بیدار کردن اما نه برای اینکه دریا رو آروم کنه برای اینکه به اونا ملحق بشی و اونا بترسن با هم دیگه بیایید با هم بترسید <applause> ولی عیسی مسیح میاد دریا و طوفان هر دو رو آروم میکنه تا فقط بهشون بگه این که هیچی نیست درس اصلی رو فردا صبح میبینید وقتی رسیدیم به سرزمین جدریان و یه طوفان که چرس یه تورنادوی بزرگی رو میبینه در یه نفر جمع شده یه لژیون شش هزار روح شریر دیو در یه شخص جمع شدن و اون رو هم آرام می کی میتونه همچی کاری بکنه کی میتونه دست بذاره روی یه تابوت یه مرده رو در لوقا هفت زنده بکنه کی میتونه بده توی اتاق و همه مسخرش کنن بگه تلی تاقومی دختری رو زنده کنه از مردگان به حیات برگردونه کی میتونه اقتدار خودش رو مثل لوقا فصل 9 به دوازده شاگرد بده بهشون بگه که شما بر تمامی دیوها و بیماریها ها چیره میشید و اعلام بفرستشون بگه اعلام کنید پادشاهی خدا رو و بیماران رو شفا بدید کی میتونه به آسمان صعود کنه لوقا فصل 24 مگر اینکه دارای الوهیت خدا باشه و او عیسی مسیح خداوند ماست که این چون این کرد خیلی میتونم بیشتر برم از اینها ولی از بدید که به بقیه رو بذاریم برای حالا یه چیزی الان خب خب من, من چیزی که از برداشت کردم از صحبت شما به درستی اون اقتدار عیسی مسیح هستش که در بحث الهیات هم وجود داره که عیسی مسیح بر چهار جوانه به مختلف بشریت، طبیعت، مریضی، مرگ و شرارت بر این چهارتا وقتی غلبه میکنه اساساً انسان فقط و فقط توقع داره که خداوند بتونه بر طبیعت، بر مرگ، بر مریضی و بر شر... شر... شریر بتونه غلبه داشته باشه و عیسی مسیح دهید. میاد به راحتی همه اینا رو انجام میده و گفتید که کارهای خداوند انجام میده آیه به ذهنم رسید در یوحنا فصل ده از آیه 35 شما من سری میخونم میگه اگر آنان که کلام خدا به ایشان رسید خدایان خوانده شده و هیچ بخش از کتب مقدس از اعتبار ساقط نمی شود چگونه می توانید به کسی که به پدر وقف کرده و به جهان فرستاده بگویید کفر میگویی تنها از آن رو که گفتم پسر خدا هستم عیسی خو... مسیح مورد اتهام قرار گرفته و بعد آیه 37 میگه اگر کارهای پدرم را به جا نمی آورم کلامم را باور نکنید اما اگر به جا می آورم حتی اگر کلامم را باور نمی کنید دست کم به این کارهای آورید و بدانید و باور داشته باشید که پدر در من است و من در پدر. در پدر که این هم در تایید صحبت های شما که کارها و اقتدار عیسی مسیح با صدای بلند داره نشون میده که او کی استش حالا من میخوام وارد یه مبحثی یه ذره بله. ملموستر بر ما بشیم خب ایسا خودش کلام خدا کتاب مقدس کلام ایسا اقتدار ایسا زندگی ایسا شهادت میده بر کیستی ایسا اما در یه ذره تر بشیم به زمین حالا در آسمان هستیم یه ذره بیایم پایین تر و در سطح حالا خدا صحبت نکنیم بیایم در سطح مخلوق صحبت کنیم شهادت مخلوق و آفریده آفر های خدا هم در کتاب مقدس ثبت شده و بعد از اون یه ذره پایین ترم خواهم رفت به روی زمینم میاد فرشتگان مخلوقات هستند و فرشتگان نیکویی داریم که در انجیل لوقا فصل یک شاهدین تولد ایسا و مبشرین خبر خوش هستند نه فقط میرن سراغ مریم بهش میگن تو آبستن میشی نام او را خواهی نهاد بلکه در بین شبانان جمع میشن و نور خدا درخشان میشه در لوقا فصل دو و میگه که مجده عظیمی براتون دارن امروز در شهر داوود نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمد که مسیح و خداونده حالا اینجا این واژه خداوند رو میخوام یه مبحث قشنگی بعد از این دو سه تا نکته دیگه بگم برم سراغش صبور باشید تا چند دقیقه ده 10 دقیقه دیگه, دیگه میایم سراغ این واژه خود خداوند چون یه بدفهمی هایی هم ممکنه در ارتباط با این واژه باشه اما نه فقط فرشته ها ما میبینیم زکریا در فصل اول انجیل لوقا منتظره و وقتی که فرزند رو از مریم میگیره چه شهادت زیبایی میده یا یا یحیای تعمید دهنده وقتی عیسی رو, رو داره میخواد بره تعمید بده جلوی راه عیسی داره داد میزنه راه خدا رو مهیا کنید راه خداوند رو مهیا کنید فریاد میزنه راه خداوند رو نمیگه راه نبی رو یا یه آدم خوبی رو راه خداوند رو مهیا کنید و این مسئله حالا یه ذره باز نزدیکتر بشیم پتروس شاگردی که با عیسی مسیح راه میرفت فصل 8 انجیل مرقس میگه توی مسیح خدا در لغا نه هم،, نه هم همین رو میبینیم مطا هم همین رو میگه اعلام میکنه مسیح میگه خب یهیا اومد پرسید که من کی هستم شما ب... من بهتون بشون... بهتون گفتم بگید, بگید چی دیدید بگید شما هم که یک سری چیزا دیدید حالا شما بگید مردم چی میگن شما چی میگید اما اول صحبت عرض کردم ممکن ما زبانمون مثل پتروس بگه تو مسیح خدا هستی و بعد مثل پتروس انکار هم بکنیم مگر اینکه مگر اینکه در انجیل لوقا این قسمت فصل نه وقتی که شروع میشه اول اعتراف پتروسه اما بعد از اون از آیه 21 به بعد فصل نه های 21 به بعد داره راجع به تاثیر این ایمان صحبت میکنه و اون اینه که نفس خودت رو انکار کن صلیب تو بردار از عقب من بیا این تاثیر شناخت ایساست وقتی که کلیسا در طول دو هزار سال جفا داره شهادت میده که من امروز حاضرم با ایسا و برای ایسا راه برم تا روی صلیب جلجتا تا بالای جلجتا کلیسا رشد میکنه و اینطوره که افسر رومی آخر انجیل مرقس نگاه میکنه میگه این مرد به راستی پسر خدا بود چرا؟ چون داره میبینه این واژه این تغییرات رو اما حالا میخوام نمیدونم اینجا چیزی اضافه میخواید بکنید بعد در نیما قبل از اینکه بریم بحث دیگر رو باز کنیم راجع به فرشتگان حالا توی این چیزی که ما تهیه داریم میکنیم یه جای دیگه عیسی مسیح هم میگه فرشتگان من و فرشتگان بله. مخالفات خطا چه کسی جز خداوند میتونه صاحب فرشتگان باشه یه جایی میگه من انبیا رو میفرستم چه کسی جز خداوند میتونه انبیا رو بفرسته تمام حالا اینها هست صد در صد آیات بسیار زیادیه من فقط خب میگم به خاطر بله بله. محدودیت دارم بند بند اشاره تون تون میکنم اما حالا میخوام اینجا یه چیزی بگم یه نفر ممکنه که ایراد بگیره بگه که نه سب کن واژه خداوند خب در عهد جدید خیلی معنای گسترده ای داره در انگلیسی در فارسی میتونه مثلا انگلیسی لورد یکی از زیباترین واژه ها لورده اما لورد عنوانی است که نه فقط به عیسی داده شده به افراد دیگه هم داده شده, داده شده. ای آقا یا در حتی در دنیای معمولی در سیاست مداران انگلستان یک طبقه ای از سیاست مداران لورد عنوانه تایتل عنوانه پس شاید یه دین ایراد رو بگیرن که نه خب یا واژه عامه وقتی میگه کتاب مقدس خداوند یا همین که خب اگر هم واژه عامی نبوده و اختصاصا به عیسی رب داره در این موارد مفهوم و کاربرد اون الو الوهیت خدا نیستش خب ما از کجا میتونیم اعتماد بکنیم که نه اتفاقا خداوند در زمانهایی که در عهد جدید به عیسی مسیح اشاره میشه منظورش داشتن الوهیت اوست یکی از جاهایی که خیلی خوب میتونه به ما کمک بکنه اینه که بیایم با زمانی که این واژه استفاده شده آشنا بشیم الان من راجع به قرن 22 دیگه نمیخوام صحبت بکنم میخوام ببرمتون یه ذره عقبتر حدود هزار سال پیش عقبتر و با ترجمه ای به نام سپتو اجنت آشناتون کنم سپتو اجنت من اینجا دارم کپیشو اکثر بیننده های شما حتما این رو میدونن که چیه واژه مخفف لاتین اون سه حرف L X X هست L در زبان لاتین یعنی پن، اشاره به عدد پنجاست X عدد ده جلوی L دو تا X باشه میشه ده... پنجا به علاوه ده به علاوه ده میشه هفتاد ترجمه معروف سپتو اجنت که در زبان یونانی هم سپ، از همین هفتادگان گرفته شده اشاره به هفتاد تنان داره یا هفتادگان داره یا اه، اه، و حالا خارج از مباحث کلامی مرتبط با نامگذاری این واژه اما ترجمه یونانی عهد عتیق ماست اون چه که ما بهش میگیم عهد عتیق به دستور مقامات به زبان یونانی ترجمه شد و اونجا حالا خوب گوش کنید در ترجمه سپتو اجنت که برمیگرده به زمان نگارش عهد جدید هر جا که در زبان عبری واژه تتراگرامتون استفاده شده حالا این رو میگید این دیگه چیه ما در زبان فارسی به اون میگیم یهوه یه یا ابرانیان وقتی میخوان کتاب مقدس ابری رو بخونن وقتی در زبان ابری یود هت واو و هت رو میبینن نمیگن یهوه میگن ادونای میدونید چرا دیگه نه نام خداوند خدای خود را به باطل نبر رو گرفتن و میگن نباید بگیم یهوه باید بگیم ادونای یه نام دیگه بگیم این اسم رو در اصطلاح الهیات دانان و نویسندگان و محققین بهش میگن تتراگرامتون یعنی اسم چهار حرفی تترا،, تترا،, از امروز در زمان یونانی مدرن تسرا میگیم چهار حرفی واژه چهار حرفی یهوه اونی که ما بهش میگیم حالا یهوه هم بعضی ها میگن یهوه میدونید چی ترجمه شده به زبان یونانی؟ کوریوس کوریوس یعنی هر جا که شما در کتاب مقدس در سیفتو من نگاه بکنید و مقایسه بکنید با واژه عبری یهوه میبینید کوریوس رو به کار برده چرا؟ چون ترجمه دقیقی که تونستند از ادونای از یهوه از خدایی که میگه من نامم هستم آن که هستم اهیه آخر به زبان یونانی ارائه بدن کوریوس بود کوریوس یعنی خداوند وقتی که در عهد عتیق یونانی کوریوس رو میبینید همون کوریوسیه که در عهد جدید براش اشاره شده و نوشته شده و من دیشب بود نشستم یه سرچ سادهی کردم کتاب مقدس ببخشید عهد جدید یونانیم رو و جالبه که دیدم من فقط پنج کتاب متا مرقس لوقا یوحنا و اعمال رو کردم در این پنج کتاب واژه کوریوس هشتاد هشتا و یک بار در انجیل متی هیچده بار در انجیل مرقس صد و چار بار در لوقا پنجا و سه بار در یوحنا و صد و هشت بار در اعمال رسولان اومده و این خیلی واجهی مهمیه پس واجهیه که وقتی که دارن صحبتش رو میکنن عزیزانی مثل آقای دکتر لوقای محقق کسی که حرف رو ساده نمیزنه میگه نه فقط پزشک بود پس آدم باسوادی بود اهل مطالعه بود همینجوری حرف نمیزد سانیان میگه می تمام مطالب رو به تحقیق دنبالش رفتن و به دقت برای تو و فلوس. دوست عزیز خدا رو هم و اون ساده نمیگیره کاربرد واژه کوریوس رو بیشتر از دویست بار در دو کتاب لغا و اعمال این واژه رو میبینیم و این واژه اشاره به ادونایی داره به یهوه داره،, داره به خدا داره به خداوند داره این پس واژه بسیار بسیار مهم است که شما اینو مراقلش... گفتین من ببخشید یه سر زدم توی همون ترجمه سپتوجان عهد 6000 بار این کلمه ده ده. که آره. همونطور که شما گفتین برای کلمه یهوه که در عهد جدیدم حالا قالب زم... زبانیش همینه دقیقاً یه, مقدارش اون مثل لرد و آغاز ولی عین کلمه یعنی قالب زبانی که صفحه. چون چون اهدجاری یونانی هم ما داریم دیگه و گفتم بعد اینم اضافه کنم مرسی نکته خوب 6000 بار یک حقیقتی رو در عهد عتیق مشخص کرده حالا من تمام اهد جدید رو اگر نگاه بکنم نزدیک 700 دفعه است 700 تکرار هستش اما از این 700 تکرار 200 تاش رو لغای یه پزشک یه محققی که میگه نه فقط برای خودش در, در کار خودش در این بوده اما در ثبت وقایعی که در پیش چشمان ما اتفاق افتاد میگه میگه تحقیق کردم با دقت دارم برات می نویسم بیش از دویست بار دویست و دو مرتبه در دو کتاب لغای یک و لغای دو اعمال رسولان میاد اینها رو تکرار میکنه تا اشاره بکنه مثلا به وقایعی مثل لغا فصل آیه یازده که او مسیح خداونده که به دنیا اومد. لوقا فصل 26 که پیغام ایسای مسیح که خداوند همه است را میگه تاکید میکنه دو میگه خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و به این طریق مژده صلح و سلامتی را به وسیله عیسی مسیح که خداوند همه است دیگه دوستان عزیز نگید کتاب مقدس مستقیم نمیگه عیسی مسیح اقتدارش اعمالش کیستیش ازلی بودنش ابدی بودنش صعودش به آسمان جایگاهش نشستن در دست راست خدای پدر دادن اقتدارش به دیگران اقتدارش بر زنده بر اون چهار موردی که بردن نیما گفتن اینها همه نشان میده نه فقط همین بلکه برای ما در سطح انسانی و بشری نوشته شده دویست مرتبه فقط در این دو انجیل دو کتاب نوشته شده که عیسی مسیح که خداونده کلامش به ما اومده و ابلاغ شده و جاهای زیادی هست مثلا در اعمال رسولان به جلال خدا اشاره میشه اعمال رسولان یک بیست و بعد از سعود ایسای مسیح شاگردان آنگاه دعا کرده گفتند ای خداوندی که اینجا کوریاس کار رفته ای ادونای ای یهوه ای ایسایی که از قلوب همه انسان ها آگاهی به ما نشان بده کدام یک از این دو نفر رو انتخاب کنیم پس دو تا واژه در این آیه به کار رفته یکی واژه تئوس هست خدا و یکی کریوس هست خداوند عزیزان این دو تا واژه رو با هم اشتباه نکنید اینجا مترادف بازی نیستش اینجا اشاره به دو شخصیت پدر و پسر هست دعا رو به حضور پدر میبرن پرستش میکنن خدا رو و بعد از خدای پسر خواهش میکنم به ما نشان بده که کدام یک از این دو نفر باید انتخاب بشن دو چله خدا رو هم میگفتن و مورد احترام همه ای مردم بودند و خداوند هر روز کسانی رو که نجات میافتند به جمع ایشان میافزود حالا من اینقدر آیه هست توی اعمال اعمال فصل 8-39 اعمال 9-31 16-14 20-19 21-14 -20. اینقدر آیه زیاده در ا... اعتراف این حقیقت ملموسی که شاگردان قرن اول عزیزانی که بعضی هاشون با عیسی سه سال و نیم زندگی کرده بودن دارن شهادت میدن که اون کوریاس بود حالا میخوام یه ذره بیارمتون اتون پایین تر و اون در برقص فصل دعای 5 تا ده اقتدار ایسا بر آمرزش گناهان بر بخشش گناهانه این حالا تجربه شخصی منه یادتون اومده گفتن ما میتونیم الوهیت ایسا رو در این سه کتاب بر مبنای آنچه که کتاب مقدس و کیستی خدا بر مبنای شهادت فرشتگان بر مبنای شهادت شاگردان بر مبنای شهادت افسر رومی بر اساس کارهای او الاخر ببینیم به قول اون سرود زیبای سرودنامه کلیسای ایران میگه اگر ایسا هزاران بار دیگر به دنیا زندگانی گیرد از سر ولی در قلب تو وارد نگردد سراسر زندگیش هیچ فرصد اگر تمام اینها معلومات کله باشه فقط یا سخن لغلق زبون و سطحی باشه و ملموس نباشه قابل اجرا نباشه حرف پوچه اما زیبایی و علت این که برای منصوب خاجپور میتونم بگم عیسی مسیح دارای الوهیت و اقتدار کامل و خداوند منه نجات دهنده منه اینه که واقعا کسانی که زندگی منو قبل از ایمان به عیسی مسیح میشناختند توی فامیل با مادرم صحبت کنید زنده با همسایه ها صحبت کنید اونا میتونن شهادت بدن که زندگی من زیر و رو شده شاید در این روزهای زمان ضبط این برنامه دردناک ایران که جوانان ما دارن با بیرحمی مورد حمله و بیشقاوت با بیشقاوتی کشته میشن اگر منصور خاجپور سال 1360 الان می بود در ایران بودم یکی از کسانی بودم که با باتوم و با تفنگ میافتادم به جون مردم و میکشتمش اما امروز دلم نمیاد یه دونه مرچه بکشم دیروز تو کلیسامون یک شنبه یه زنبور زرد بی تربیت اومد تو سالن فلوش... مشارکت کلیسا نزدیک پنج دقیقه من دنبال خودش دووند و مردم بهم خندیدن تا اینکه بالاخره بیرونش کردم از کلیسا میتونستم بکشم دلم نمیاد نه اینکه بگم خیلی هم احساساتی هم. نه نه اتفاق خیلی زیادم من سنتیمنتال نیستم اما جایی که میتونم یه گزینه درست دارم درست زندگی میکنم معیارای من عوض شده و این کار من نیست باور کنید کار من نیست قلبی تازه به شما میدم اونی که اینو گفته اسمش کریاسه قلبی تازه به من داده معرفتی تازه دنیامو وسیع کرد دیگه الان من فقط جلو پامو نمیبینم آسمون رو میبینم و این تغییر دیدگاه تغییر منش تغییر رفتار تغییر زندگی اینکه حاضر شدم با فیض عیسی مسیح به او اعتماد کنم کتاب مقدس رو بخونم و کلماتش برام زنده میشه جان من رو داره تازه میکنه این نشان دهنده اینه که خداوند از خدای زنده است خدایی که قلبا رو عوض میکنه و من مثل اون مفلوج فصل دوی انجیل مرقسم که خداوند به من گفت ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد و بعد تخت خوابم اونجا جمع کردن دارم با خوشحالی میرم مریض میشم ولی خوشحالم خسته میشم اما خوشحالم چرا؟ چون خدا انگیزش های من رو عوض کرده نمیخوام موعزش بکنم چون آخر سر مجبور میشم مثل یکی شیش تقاضای جمعآوری هدایم بکنم نه اتفاقا خیلی خوبه که بدونیم که ما فقط هم شما گفتین به حالا الهیات خیلی مهم هستش مخصوصا تو قسمت خدا بودن عیسی مسیح چیزی که ما دریافتی از کلام خدا داریم میبینیم که حالا شما به آیاتی اشاره کردین هزاران آیه دیگه هم هستش تو جلسه دیگه ولی یه بخشش هم تجربه که میگیم خب این کار یک انسان معمولی نیستش که من رو از اون به این تبدیل کنه این صد درصد خداونده پس وقتی ما میگیم عیسی خداوند ماست ما نمیخوایم بگیم که ما چقدر متفاوتیم ما عیسی رو خداوند بکنیم نه او خداوندیه که ما تجربهش کردیم و به این رسیدیم مثلا شما راجع به خداوند کوریوس صحبت کردید در قرن دوم وقتی پولیکارپ رو گرفته بودن که شاگردان یوحنای رسول گفتن که شما بگو امپراتور کوریوسه اگر کوریوس لقب بود اگر فقط آقا گفتن بود خب پولیکارپ میگفت باشه امپراتور کوریوس و نگفت چون که میدونست که این وقتی میگن امپراتور کوریوسه یعنی او خداست برای همین امپراتور خدا خطاب نکرد و برای همین هم کشته شد برای همین انقدر راحت نیستش که خیلی از این افراد میام میگن که آه این کوریوس یک کلمه خداونده که همینجوری فقط برای آقا و اینا هستش آیات دیگه ای هم هستش در همین حالا من چون اینو ممکنه خیلی ها ویدیوهای دیگه ای ما رو نبینن من یکی آیه آیه آی ای که اینجا هستش هم دوست دارم بگم که توی مثلا رومیان فصل ده میگه عیسی رو باید ما خداوند خطاب کنیم اعتراف کنیم تا نجات رو داشته باشیم یا در اول قرنتیان دوازده میگه هیچکس جز به واسطه روح القدس نمیتونه عیسی رو خداوند اگر من صحبت ما اینه که اگر خداوند دونستن یک کسی راحته چرا نیاز به روح القدس هست چرا اینجا گفته شده جز به واسطه روح القدس کسی نمیتونه بگه عیسی خداوند است این بیشتر از یک خود حالا من امیدوارم دوستانی که طرفدار این افراد هستن و این تعالیم رو میدن یه مقدار بدون تعصب نگاه کنن یک بار دیگه و صحبت های شما و صحبت که توی مجموعه کردیم رو گوش بدن و امیدوارم که این مقدار براشون باز بشه وقت ما داره تموم میشه صحبت پایانی شما رو با یک جنبندی داشته باشیم دکتر پایانی که خوب شد به وقت دادید میترسیدم وقت ندید مرسی که دادید توی یکی دو دقیقه میگم اینه که بر اساس تجربه‌ای که اشاره کردم این تجربه فقط یک حس نیست بلکه واقعیتی است که در کتاب مقدس ریشه داره و بر مبنای قیام رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بنا شده اگر عیسی مسیح از مردگان بر نمیخواست الوهیت نداشت تنها کسی که در طول تاریخ بشر تا حالا و تا ابد به اقتدار خودش از مردگان زنده شده عیسی مسیح خداونده و این نشان دهنده الوهیت اوست برای اینه که وقتی ما به کتاب مقدس نگاه میکنیم در مزمور مثلا مزمور دو داره آیه هفت میگه که تو پسر من هستی یا مزمور 16 جایی مختلف اشاره میکنه یا اینکه قدوس خود رو نخواهی گذاشت که فساد را ببیند راجع به قیامت عیسی مسیح صحبت میکنه رستاخیز عیسی 4 تا نکته یک تحقق پیشگویی های عهد عتیقه دوم رستاخیز عیسی یک واقعی عملی است اعمال فصل 2 آیه 22 اعمال فصل 13 آیه 18 آیه 38 ببخشید و, و عملی هستش که درش آمرزش گناهانه اعمال دوباره سیزده فر آیه سی و هشت سوم رستاخیز ایسا مشهوده نه فقط توسط شاگردان اولیه با چشمان خود دیدن دست گذاشتن لمس کردن دیدن از دیوارهای بسته عبور کرد بلکه امروز از دیوارهای بسته قلب انسان ها داره عبور میکنه این مشهوده اعمال فصل های چهر میگه بسیاری او را دیدند و چهارم رستاخیز ایسا در زمان شاگردان اعلام شد و امروز هم داره اعلام میشه اعمال فصل چار دو شاگردان با به رستاخیز ایسا به رستاخیز مردگان وعده میدادن اشارت میدادن اعمال فصل دو آیه رسولان با قدرتی عظیم به رستاخیز ایسا شهادت میدادن چون این خداوندی که رستاخیزش اگر دروغ می بود اگر حقیقت نمی داشت. اصلا کل ایمان ما باطل پولس میگه اطلاف وقته وقتتون رو هدر ندی ولی وقتی میاد در زندگی ما این عمل رو انجام میده یه خبر بهتر بهتون دارم او چون خدا فقط رستاخیز نکرد فقط سعود نه کرد که بر می همان ایسا که همون گونه که دیدید به آسمان رفت اعمال فصل یک به میگه به زمین بر میگرده اعمال 21 داره اشاره میکنه به واقعیت مهمی که فقط به برگشت عیسی نیست بلکه به خدا است که برمیگرده تا مردگان و زندگان رو داوری کنه این ایساست کوریوس خداونده که برمیگرده مرسی از این وقت اضافه ای که من دادم نه خواهش میکنم راجب قیام عیسی مسیح صحبت کردن یه بحث الهیاتی هستش که اتفاقا بعد از قیام مسیح کلمه کوریوس تازه جا میفته چون توما زمانی که شهادت میده زمانی که میبینه دست میزنه میگه خداوند و خدای من یعنی کوریوس اونجا استفاده میکنه ولی کوریوسی که خدای من هم درش هست که یک یکی از این آه. کشیشانی که متاسفانه اشتباه تعلیم میده میگفتن نه اونجا میگه نه اونجا توما شکه میشه میگه او <applause> <applause> اونجا یه شوکه میشه بذار یه یه یعنی یه کشیشی ببخشید دیگه مجبورم بگم معذرت سواد ایرانی اومده بود حدود 20 سال پیش سیاتل و گفت در واقعی که عیسی مسیح اون زنی رو که خونریزی داشت و خونریزیش بند اومد شفا داشت داد برگشت گفت که مرا لمس کرده چون نمیدونست تفلک کی لمسش کرده مردم زیاد بودن مونده بود این لمسش کرد اون لمسش کرد اون لمسش کرد, اون لمسش کرد نمیدونست تفلک یعنی باید. چقدر این ایسا از انسان هم ضعیفتره و اگر در این حد باشه چطوری پس فهمید قدرتی از او ساطع شده صادر شده چطوری اون قدرت محرک شفا دهنده بود اگر انسان می بود اگر دارای الوهیت نمی بود چطوری اونی که نمیفهمه چی شده؟ میفهمه چکار کرده؟ خیلی بده که ایسا اینقدر در دید این افراد نفهم باشه سریعا کتاب رو پاره پاره میکنن و نگاه نمیکنن که ایسای مسیح هزاران هزار صحبت دیگه کرده کسی که در زیر درخت انجیر دعا میکرده رو او دیده شنیده هزاران آیه ما داریم ما نمیتونیم یک چیز رو پاره متاسفانه خب برای اینکه بخوان صحبت خودشون رو بیان و نشون بدن که درسته متاسفانه تحریف میکنن کلام رو و این خطرناکه امیدوارم کسانی که ما رو میبینن این صحبت ها رو میشنون براشون باعث برکت باشه مفید باشه در این نشست کشیش منصور خاجپور از سیاتل با ما بودن خیلی استفاده کردیم شخصا استفاده کردم برای منصور مرسی که وقت گذاشتین امیدوارم که بتونیم باز هم در رابطه با مسائل مهم الهیاتی شما رو داشته باشیم و مطمئنم که برای کلیسای جوان ایرانی خیلی خیلی مهم هستش ممنونم از شما خدافزی میکنم ازتون سلام به خانواده برسونین فیض مسیح با شما باشه خیلی ممنون همچنین با شما خدا نگهدار باشه. خدا نگهدار